کار فردا شماست. با درود بینندگان گرامی، من آریو برزن پیروزنیا، امشب دوشنبه چهارم ماه جون سال 2012 میلادی برابر با بامدادان سه شنبه 16 خرداد سال 2571 ایرانی، برنامه دیگر از سری برنامه های ایران امروز، ایران فردا رو از شبکه تلویزیونی اندیشه با همکاری جناب آقای عماد در اتاق فرمان تقدیم شما میکنم. برنامه امشب برنامه خواهد بود بسیار فشرده به دلیل زمانی که من در برنامه دارم و حجم موضوعاتی که هست. از یک سو ما 20 سال مرگ روح الله خمینی رو پشت سر میذاریم و همینطور سالگرد اون بلوایی که در 15 خرداد 1342 و متقابل اون 12 سال بعد در همون روز، یعنی در 15 خرداد 1354، تنها 3 سال قبل از انقلاب اسلامی، شهرهای قم و دیگر بعضی مناطق مختلف میهنمون رو تکان داد و سرانجام هم متاسفانه در 3 سال بعد منجر به انقلاب اسلامی شد که هنوز بعد از 33 سال ما مردم گریبانگیر اون هستیم. و از سوی دیگر تکیه که شاید بهتر از همه این برنامه امشب باشه، غیر از این سیاهی ها و بدبختی ها و عاملین اون، 83 امروز سه شنبه 83 سالگرد زادروز یک بزرگ مرد و نیک مرد ایرانی است، یعنی یک دونه ادیب، یک خردمند، یک چکام سرا و یک مبارز واقعا با ژرفنای نگاه در میون جامعه ما، مبارزی که امروز در غیر حیات متاسفانه نیست. و 12 سال پیش علارغم اینکه برای جایزه نوبل حتی معرفی شده بود، متاسفانه در اثر ایست قلبی در شهر لس‌آنجلس در تبعید درگذشت. اینجا منظورم از بزرگ مرد و زنده یاد نادر نادرپور هست که امشب افتخار میزبانی یکی از دیسایپل های ایشون، یکی از شاگردان این بزرگ مرد رو دارم و کسی که من لااقل غیر از خانواده نادرپور به عنوان یک نگهبان برحق میراث نادرپور در عرض این سالهایی که در تقلا به سهم خودم هستم اون رو شناختم و ایشون منظور آقای فرهاد مافی رو ما از طریق سکایپ بر تلویزیون خواهیم داشت. اما اگر اجازه بدهید تا برگردیم به روح الله خمینی و اگر امکان داره در پیش در آمد جناب آقای عماد، من خواهش کنم ویدیویی هست به مدت تقریبا 2 دقیقه که برنامه مختصری است به مرمت آقای جمشید چالنگی و صدای امریکا زمانی که ایشون در صدای امریکا بود. من گمان کنم که این 2 دقیقه یک مقدار بر پیش در آمد لب مطلب رو ادا بکنه. سپاسگزار میشم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم. علاوه بر این، آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران با وعده آزادی کامل مطبوعات و همه احزاب از جمله احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست به ایران آمد. مملکت متمدن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشون و هیچ که آزادی ندارد. تو میگی ما به دروازه تمدن رسیدیم فلان. با این همه آیت الله خمینی پس از 15 سال بودن در تبعید و دور بودن از ایران، در پاسخ به این پرسش که چه احساسی در بازگشت به ایران دارید چنین گفت:
محبت بفرمایید. با بگید چه احساسی رو کنید از برگشت به ایران؟ بله، همون گونه که دیدید روح الله خمینی هیچ بود احساسش و بودزاده سعی کرد جلوی این خرابکاری رو در اصحان اون خبرنگار بگیره. من ممنون میشم، تکه من در فیسبوک خودم چند روز پیش گذاشتم که اون رو الان برای دوستان باور خودم رو از روح الله خمینی قرائت خواهم کرد. اگر جناب آقای ماد بتونید صفحه فیسبوک رو بر روی خط بذارید از شما سپاسگزار میشم. بله، 23 سالگرد در گذشت روح الله خمینی، بنیانگذار نظام ایدئولوژیک مذهبی جمهوری اسلامی، سپری گشت. بیشک برای اکثریت ایرانیانی که حافظه تاریخی دارند و همچنین برای نسل‌های آینده، نام وی مخفف بارز و بدون چون و چرای طوفانی سیاه، سنگین و ویرانگر است که تنها تعدادی چند از مهمترین میراث‌های منفی و کابوسبار آن در صدها هزار کشته و معلول، در ویرانی‌های بسیاری از مناطق و تأسیسات ایران، در اضمحلال بافت‌های اجتماعی و باورهای عمیق مردم ایران، در انحطاط روزافزون معیارهای اخلاقی، در گسترش هرچه عمیق‌تر ناامیدی، ناباوری و شک و تردید و غم و اندوه، و در گسترش مخرب و بی بازگشت احساس خودزنی است که نه تنها طی 33 سال گذشته شاهد هر روز گسترش هرچه بیشتر آن بوده ایم، بلکه می توان مطمئن بود که برای دهه های آینده و در رفتار نسل های آینده نیز اثری بسیار سنگین و منفی خواهد داشت که حتی ممکن است که بقای آنچه را که ایران نام دارد روزی تهدید نماید. آری، روح الله خمینی را روح الله خمینی با بازی دادن متفکرینی بیخرد و بیریشه و با فریب مردمی ساده لو و با سوار شدن بر موج ناآگاهی و ناعقلی اجتماع و سوء استفاده از باورهای مذهبی و سیاسی ناآگاهانه و آشفته دو نسل گذشته میهنمان، وعده و وحیدهای آزادی و تقسیم ثروت و عدالت اجتماعی و فرداهای روشن و گلستان شدن ایران را داد. لیکن با تکیه بر تفکر عقب مانده و مخرب خود و خودبینیش و دیگر هم و همکاری دیگر هم پالکی های دوگماتیک و یا شیادش، چارگوشه ایران را تبدیل به ویرانه و کشتارگاه و دیوارهای خونین و میادین اعدامگاه های الله اکبر کرد. به راستی که عجوبه‌ای که با کلمه هیچ آمد تا در باور هیچ و پوچ خود از آنچه که ایران و ایرانگرایی سازنده می بایست بود تنها یک هیچستانی جمکرانی بسازد و هر آنچه را که بنیان و قوت ایران و ایرانی می بایست بود فدای باورهای مخرف و قبمانده خود کند و ایران و ایرانی و فرداهایی را که می بایست روشن می بودند به اعماق جمکران سیاه بلعنده هر باوری و وجودی پرتاب نماید و آنها را در آن ناکجا آباد غرق نماید. بیشک همان گونه که هر فرد انسانگرا و یا هر خردندیش و یا هر انسان آگاهی و یا تاریخ به دور از حب و بغض و با تکیه بر درستی همواره از عجوبه های مخوف و دیوانگانی همچو سعد ابن ابی وقاص و یا تیمور و آتیلا و هولاکو و چنگیز و یا از آدولف هیتلر و جوزف یوگاشویلی یعنی استالین یاد کرده و یاد خواهند کرد، نام و کارنامه سیاه خونبار و مردود روح الله خمینی چیزی نیست که هیچگاه فراموش گردد. آری، علی‌رغم تلاش های اخیر مذبوحانه ریویزیونیستی وارثین وی و یا بازی های سیاسی بیگانگان به منظور هرچه تمیز کردن خاطری سیاه وی و بی تقصیر جلوه دادنش، نام سیاه روح الله خمینی
همواره و در ذهن اکثر ایرانیان که حافظه تاریخی خواهند داشت، چه امروز و چه در فرداهای دور، همواره همتراز سنگینی باد یورش وحشیانه تازیان در 14 سده پیش و یا شقاوت و قساوت مغول‌های خونخوار و نابود کردن ایران در 7 سده پیش می باشد و خواهد ماند. اما همینان در این راستا دیدیم که برای روح الله خمینی مراسمی باز برگزار کردند که در اون باز شلوغی ها و غیره و غیره شد، باز که مثل اینکه حسن خمینی نوه‌اش سخنرانی داشت میکرد و در اون سخنرانی عده‌ای به شعار و غیره و غیره پرداختن. این نمایانگر هر روز شکاف برداشتن و مزمحل شدن حکومتی است که در حال حاضر نه به خاطر اپوزیسیون، نه صرفا به خاطر فشارهای خارجی، بلکه قربانی بیماری‌های بنیادین خودش است و جز آینده چنین حکومتی و میراث خمینی در سبالدان تاریخ یا در همون جمکران که خودش درست کرده، همون سوراخ بلعنده، چیز دیگری نخواهد بود. اجازه بدید برای اینکه خاطره‌ها تا حدی تازه بشن برویم و یوتیوب شماره 2 ویدیوی 2 را اگر میشه جناب امام پخش کنید و برمیگردیم مجددا در حضورتون خواهیم بود. من این دو سال آخرم را وقت شما کردم، از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارم تا تأسیس حکومت عدل اسلامی. از اون وقت حالا میگفتید تا مرگ این قضا نهضت ادامه دارد، حالا باید بگید تا اقامه حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد. اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی است، نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک که اسلامی، جمهوری اسلامی. اون که من از تمام ملت ایران میخواهم این است که بیدار باشید، خون عزیزان خودتون را هدر ندید، کلمه دموکراتیک را ازش نترسید، ازش که خسمت را بترسید. این فرم غربی، ما فرم‌های غربی را نمی‌پذیریم. بله، اگر میشه جناب عماد، برای اینکه اون تعدادی که نام روشنفکر به اشتباه بهشون داده شد، برای اینکه این نسلی که میاد درک به تمام ابعاد تفکر اینها بکنه و اینکه چه دیوانه ای رو به دست بوسیش رفتن و این بلا رو گریبانگیر چندین نسل ایران به طور مستقیم و نسل‌های آینده بعد سال‌ها بعد دهه‌ها بعد از رفتن جمهوری اسلامی کرده اند، بریم و ویدیوی 3 رو هم و 4 رو با هم ممنون میشم نشون بدیم. حفظ مملکت به آزادی که شما میگید نیست، باد میدهد این آزادی مملکت را، بر باد میدهد. این آزادی که شما میخواهید آزادی دیکته شده است، برای اینکه مملکت را ببلند و جوانی ما نداشته باشیم جواب بدهد. چنانچه دیدیم که عمل کردند و چه شد،
چه مصیبت هایی به مملکت ما وارد شد برای اینکه جوانهای ما را به فساد کشیده بودند. شما میخواهید که ما آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد بشوند و اربابان شما بهره بردارند. بله ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید، شما روشنفکرها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. شمایی که میخواهید جوانان ما را به تعلیمات غربی بکشید، نه اون تعلیماتی که خودشون دارن، اون تعلیماتی که برای ممالک استعماری دارن. شما روشنفکر هستید، شما که آزادی میخواهید، آزادی همه چیز، آزادی فحشا، همه آزادی ها را میخواهید، شما روشنفکر هستید. آزادی که جوانهای ما را فاسد کنند، آزادی که راه را برای مستکبرین باز کنند، آزادی که ملت ما را تا آخر به بند بکشه. شما این آزادی را میخواهید و این دیکته ایست که از خارج به شما شده است. شما حدود آزادی را برای چیزی قائل نیستید. شما بیبندوباری را آزادی میدانید، شما فساد اخلاق را آزادی میدانید، آبروی خودتون را بردید پیش ملت. ما شما را آزاد گذاشتیم و قلمهای مسموم شما توطئه‌گران مملکت ما را میخواست به باد بدهد. با اسم دموکراتی، با اسم آزادی خواهی، با اسم روشنفکری، با اسمای مختلف خائنان در این مملکت با دست باز شروع کردن به فعالیت و توطئه‌چینی. بله من واقعا متعجبم اینها رو که میبینم چگونه میشد کسانی که خودشون رو روشن فکر مینامیدن به دسترسی و به دنبال پیرمردی به این تهجر رفتن که آزادی و روشن فکری رو باز هم در مریضی و مالی خویایی و عقب موندگی و کمبودهای تفکری خودش در مورد جنس مخالف و غیر و غیر خلاصه میکرد. کسی که خودش علناً میگفت که شما نمیگذاری که ما ایران را به 1400 سال پیش برگردیم. کسانی که با بسیار در این سالها برای توجیه خودشون گفتن که اگر اون حکومت گذاشته بود کتابش بود شاید اینجوری نمیشد. اما جالب اینه، درسته که در اون حکومت سانسور بود، اما اکثر این حضرات که امروز هم دوباره راهی خارج شدن، در اون زمان بسیار از اینها در خارج از کشور زندگی میکردن و کتاب تمام چرندیات و خوزبلات چنین عقب ماندهی من و دوستانم یادمه در اکثر دکه های پاریس، خصوصا در یکی دو سه سال قبل از اینکه این انقلاب شکوهمند اسلامی بشه، در دسترس همه بود. واقعا اگر جای تأسف داری، میدونم بسیاریشون میگن ما معذرت میخوایم اشتباه کردیم، ولی اون اشتباهات رو باز هم به جورهای دیگر شما دارید همون جوری تکرار میکنید. چرا؟ چون بطن اون چیزی که دیداکشن فکری شما هست اونه که غلط هست. متاسفانه همیشه صورت مسئله رو شما اشتباه میگیرید. حالا ممکنه مسئله چیز دیگری که جلوتون گذاشته بشه و این نسلی که داره میاد، این نسل گناه نکرده که موش
آزمایشگاهی لابراتوار تفکرات فکری شما باشید. بدبخت کردید به اندازه کافی. بله دوستان، در این راستا این مرد تنها به این کار نتونست خودش برسه، چون هم در 15 خرداد 42 سعی کرد، هم در 1354 سعی شد، اما در این راه متاسفانه بسیاری کسان از مهدی بازرگان تا علی اصغر حاج سید جوادی تا سلامتیان تا کسانی که جزء تفکر به اصطلاح خودشون رو ملی مذهبی مینامن، اونها پلتفرم آمدن چنین عقب مانده‌ای شدن. کسانی که نام دکتر محمد مصدق رو در سایت خودشون میذارن، سعی میکنن از نام چنین نیکمردی بهره برداری کنن برای اهداف خودشون. کسان عوام فریب یا عقب مانده مثل دکتر علی شریعتی، اگر دکتر بخوایم به نام بنویسیم، که در همون جریان بلوشای 1342 آمد این شعار کذایی رو جا بندازه که خمینی رهبر مذهبی ماست، محمد مصدق رهبر ملی ماست، و بسیاری عقب مانده ها اینا رو میگن برای اینکه باز هم باید تکرار بشه. امثال کریم سنجابی و غیره و غیره برای عقده های خودشون تن به چنین فرمولی دارن، اما محمد مصدق نامه‌ای برای این حضرات نوشت که این فرمولی که داری چیز میکنی به نظر من عاقبت بسیار بدی برای این مملکت خواهد داشت. و اینا همون کسانی بودن یاران که در 1357 هم به تنها وارث برحق میراث دکتر محمد مصدق، یعنی زنده یاد دکتر شاپور بختیار، باز برای تفکرات عقب خودشون پشت کرد. اینها رو به یاد داشته باشید. کسانی که خودشون جزء به وجود آمدن این مشکل بودند و امروز دارن سعی میکنن به عنوان صورت حل مشکل برای نسل‌های دیگر بیان. یک بار این بلا رو آوردن، دوباره میخوان بیان فرمول دیگری ببندن. اگر شما نسخه پیچ خوبی بودید دفعه اول سم نمیدادید، اگر شما راننده خوبی بودید دفعه اول به دره نمینداختید. 36 میلیون و بود امروز 75 میلیون رو میخواید این کار رو بکنید. باز هم انسان جایز الخطا است، ولی باز میبینید اگر لای خطوط رو نگاه کنیم هنوز همون موزه ها وجود داره. میگویید نه جناب امام، اگر امکان داره بریم به سایت ملی مذهبی. دوستان خوب نگاه کنید، چون بعد از این ممکنه ناپدید بشه این برای ثبت در تاریخ. لینک لطفاً دو رو نشون بدید. راجب حنیف نژاد هست، از بنیانگذاران گروهک یا سازمان عقب مانده مجاهدین خلق، آدم ها و کسانی که در کشتار و در ترور دست داشتند برای تفکرات ایده های اسلامی خودشون. دکتر علی شریعتی معلم شهید ما، اونایی که میدونن من میدونن من چی میگم. نگاه کنید از نام از حنیف نژاد کمپ های فلسطین رفته، در ترور به کار رفته، در کسانی که مایل به وجود آمدن یک دونه حکومت اسلامی در ایران بودن، حالا به هر رگی مگر آقای موسی خیابانی و آقای مسعود رجوی نرفتن در دو پهلوی روح الله خمینی نشستند. امروز نگاه کنید همین ملی مذهبی ها که به اصطلاح با مجاهدینی که رفتن با عراق به ایران حمله کردن مشکل دارن، سایتشون ببینید، اینها رو به عنوان سمبل جوان ایرانی میکنن. خیر، جوان ایرانی از این فازها گذشته. اگر شما جمکرانی نیستید، دیواره چاه جمکران هستید. فرزندان ایران بعد از خصوصا این بهای گذاف دید به فرداهای روشن دارن. بس کنید این گونه بازی ها رو نکنید. کسانی که در همین خارج از کشور سالها در زمان به اصطلاح عوام فریبی آقای خاتمی یا غیره ویدیوهاشون هست، مصاحبهاشون آقای حسین مهری داره، نیایند دیگران بگویند که اینا هیچ شخص طرفدار اصلاح طلبی یا جمهوری اسلامی نبودن، با سیریش بخواهیم چیز رو بچسبونیم، این همون کاری است که 33 سال پیش شد. ما باید
عزیزان، آقایونی که از من سن پدر من هم دارید، بسیارم خوشنام و خوش صدا هستید. یاد بگیریم این جوانان رو ما بد آموزی نکنیم. اونهایی که دیده اند و یاد دارن مو که میشنوند چه میگویند. نه شما برخواهید گشت در ایران زندگی کنید نه بنده، اما یک وظیفه هر کسی داره. اون وظیفه درستی است، اون وظیفه ترویج پاسخگویی و مسئول پذیری است که لازمه هر دموکراسی است، اگر اسمش رو ما به یدک نمیخواهیم بکشیم. جدا کردن هر گونه خوزبلات مذهبی از ساختار حکومت برای راحت شدن مردم از شهری و حتی راحت شدن مذهب از هزار یک مشکلی که امروز همین حکومت به اصطلاح الهی بر روی زمین داره برای خود همون مذهبی ها به وجود میاره. این رسالت شماست، نه اینکه کلوب دوستی باز بکنه، نه اینکه کسانی رو که ادعا میکنن ما جامعه شناسی، راست میگه دیپلم فوق لیسانس جامعه شناسی هم ممکنه شد پلپت هم از دانشگاه سوربن، من رساله پلپت رو در دانشگاه سوربن خوندم، سوربن پاریس رو میگه. بله نادر نادرپور جان پیروزنی، بله جان پیروزنی، من قبل از هر چیز جناب پیروزنی من قبل از هر چیز از شما تشکر میکنم و از شما و تلویزیون. ببخشید آقای مافی، مثل اینکه روی خط هستید درسته؟ جان مافی؟ بله. اگر بیشتون رو رو تنکنم کنید ممنون بشم. بله، دوستان با اجازه شما من در اول برنامه اشاره کردم، معرفی میکنم آقای فرهاد مافی رو. ایشون در 15 سال یکی از شاگردان نادر نادرپور بودند. ایشون الان پرزیدنت کمپانی هستن به نام 7 در مایکروچیپس. ایشون فعالیت دارن، اصلا رشته ایشون مهندسی الکترونیک هست و در این حال کتابی در رابطه با نادر نادرپور ایشون نوشتن و در حقیقت تا حد زیادی میراث‌داره باورهای نادرپور هستن. یه اشکال فنی گویا پیش اومد، یک مقدار زودتر این قسمت برنامه شروع شد، اما در هر صورت ادامه داشتم میدادم. نادر نادرپور جزء معدود کسانی بود در خارج از کشور در تمام این سالها خط بسیار شفاف و روشنگرانه و خردگرانه داشت، در اون سالهایی که بسیاری از حضرات حتی در مصاحبه با نادر نادرپور دم از اصلاحات جمهوری اسلامی نیست. و خوشحالم که کسی رو امشب در میزبانیش رو دارم که شاید غیر از خانواده نادرپور بیش از همه نادرپور رو میشناسن. همونجور که اشاره کردم 15 سال ایشون شاگرد نادرپور بودن. جناب آقای مافی درود بر شما. سلام میکنم جناب پیروزنیا به شما و به بینندگان برنامه تلویزیون اندیشه. از شما تشکر میکنم که این فرصت رو من دادین که در این برنامه شرکت کنم. من اولا میخواستم از شما باید کرد سپاسگزاری کنم، چون اولین مکاتبات من و شما که البته زیاد نبود ولی اولین باری که من و شما با هم تماس داشتیم در اون زمان بود که کمیته هماهنگی جنبش دانشجویی برای دموکراسی در ایران با سایت دانشجو.org فعال بود و ما هم با دوستان در راستای اینکه این نظام هیچ قابلیت استقلالی نداره، البته نه در سطح و نه در توان نادرپور، اما مثل ایشون در حقیقت برخلاف موجی که ناگهان باز شده بود و می آمد و همه چیز داشت می بلعید، سعی به شنا میشه و اولین تماس من و شما به اونجا میره و از اونجا به یاد دارم که شما میراثدار در حقیقت، من نمیخوام خدا کرده خانواده ایشون مسلمن اولین میراثداران ایشون نادرپور هستن، اما شما یک ایرانی رو که من شناختم، من از طریق رساله های نادرپور و وبسایت و شما حتی کتابی گویا در رابطه با ایشون نوشتید جناب مافی، اگر میتونید توضیح بدید در راستای اینکه نادر نادرپور که امروز 83 سالگرد زادروزش هست و متاسفانه 12 سالی که دیگر میان ما نیست که بود، من ممنون میشم در این حال اگر آقای اماد عکس کتابی رو که شما در رابطه با نادر نادرپور نوشته اید نشون بدن و وبسایت رو هم
در مقاطعی نشون بدن. البته یادتون باشه وبسایت گویا اتوماتیکلی صدای نادر نادرپور پخش خواهد پخش خواهیم کرد، اما میخوام صحبت آقای مافی در حال حاضر قد نشه خدمت شما آقای مافی. خواهش میکنم. بله همونطور که فرمودید نادر نادرپور، من کتابی در رابطه با نادرپور نوشتم که این کتاب واقعا هدفم از این کار این بود که نادرپور رو به ایرانیای میتونیم بگیم به نسل دوم ایرانیان خارج از کشور معرفی کرده باشم، چون خب ایرانیایی که در داخل ایران هستن به مقدار زیاد از اشعار نادرپور دسترسی دارن و نسل خود من هم خب اینجا به نوشته‌های نادرپور دسترسی داریم، ولی واقعا نسل دوم ایرانی‌ها که به زبان فارسی آشنایی ندارن، من سعی کردم در این کتاب یک عکس فوری داده باشم از زندگی نادر نادرپور و اومدم از 10 مجموعه شعر نادرپور حدود 50 شعر رو انتخاب کردم و بعد یک سری از مقالات سیاسی نادرپور، مقالات اجتماعیش و مقالات ادبیش رو هم ترجمه کردم در این مجموعه گذاشتم و بعد هم یک مقدار هم اطلاعات در رابطه با این گذاشتم که دیگران در رابطه با نادرپور چه گفتن، سایر ادیبان، شاعران و نویسندگان بزرگ ایرانی در رابطه با نادرپور چه گفتن و این رو به عنوان یک مجموعه و اسمش رو گذاشتم. واقعا اسم کتابم هست نادر نادرپور، به انگلیسی میگم ایرانیان thinker، ایرانیان poet thinker و patriot، بخاطر اینکه واقعا همونطور که خودتون بهتر از من بسیار درسته کاملا، نادرپور واقعا به معنای واقعی یک متفکر، یک شاعر و یک وطن پرست واقعی بود و ما در من هدف من در این کتاب واقعا معرفی نادرپور به عنوان یک انسانی که بیشتر از یک شاعر بود برای ما این کار رو انجام داده باشم و بعد هم یک عکس فوری ازش داده باشم که بتونه جوانایی که در خارج از کشور هستن، نسل دومی ها، حالا در هر جای دنیا که زندگی میکنن، با خوندن این کتاب یک آشنایی پیدا بکنن و اگه دلشون میخواد خب اگه علاقه من شدن بتونن برن خودشون به منابع دیگه دسترسی داشته باشن و با کارهای نادرپور بیشتر آشنا بشن. بسیار عالی. جناب مافی، با شما که صحبت میکردم فرمودید که نادر نادرپور حتی برای جایزه نوبل نامینیت شده بود، درسته؟ بله بله، نادرپور هم برای اون جایزه نوبل نامینیت شده بود و هم جایزه نویسندگان در تبعید رو هم در لس آنجلس گرفت و جزء اولین نویسندگان و شاعران ایرانی بود که به دریافت این جایزه رسید و این کاملا فرمایش شما صحیح هستش. بله. این نکته جالب اینه که امروز مسلماً با گذشت 12 سال بعد از درگذشت نادرپور، موقعی که نگاه میکنیم و گفتمانی است، خب امروز در سطوح مختلف، حالا با وریانس‌های گوناگون در رابطه با جدایی دین از ساختار حکومت، ملیگرایی، غیره غیره، من باید یه نکته رو اشاره کنم تا اونجایی که درست اگر بیاد داشته باشم و اگر یک مقدار انصاف داشته باشیم، کمتر کسانی در اون زمان لااقل اینگونه، نه اینکه نبودن، اما اینگونه سخن میگفتن، انقدر با دلالت، انقدر با ذکاوت و اینکه در این حال چندین بار من در برنامه‌های گذشتم هم اشاره کردم، مثل بخش‌های عمده از اون چیزی که خودش رو اپوزیسیون نامید، به دنبال راه حل‌های کوتاه و یا حتی بازی‌ها یا استحاله حکومت نرفتن. درست میگم جناب آقای مافی؟ بله بله، کاملا فرمایش شما صحیح هستش و میتونیم بگیم که نادرپور علاقه بسیار زیادی به افرادی مثل آخونزاده، طالبوف تبریزی، میرزا آخان کرمانی، میرزا جهانگیرخان شیرازی و سایر به اصطلاح طلایه‌داران مشروطیت داشت و خیلی بر این اعتقاد بودش که واقعا انقلاب مشروطیت ایران یک نوع مبارزه فکری ملت ایران هستش برای جدا کردن دین از حکومت و وقتی هم که به نتایج، البته خب انقلاب مشروطیت به تمام اهدافش نرسید ولی خب به بسیاری از اهدافش رسید، مثلا مدرن کردن دادگستری ایران، مدرن کردن آموزش پرورش در ایران که البته همه در زمان رضا شاه اتفاق افتاد و بعد مثلا به وجود آوردن ثبت احوال در ایران و رسمی کردن اسامی قراردادها و سایر چیزا که اینها واقعا تغییرات بسیار مهمی رو در جامعه ایران به وجود آورد که اینها رو واقعا میتونیم بگیم از دستاوردهای انقلاب مشروطیت هستش و نادرپور با این جریان بسیار بسیار موافق بود و اتفاقی که واقعا در
سال 1979 افتاد که نادرپور همیشه به اون اشاره میکرد به عنوان این انقلاب شکوهمند. واقعا هدف نادرپور همیشه به این مسئله اشاره میکرد که ما انقلاب سیاسی نشده واقعا در ایران، بلکه یک نوع انقلاب فرهنگی هم شده. یعنی این مبارزه‌ای که خمینی آغاز کرده فقط یک مبارزه سیاسی نیست، بلکه یک مبارزه فرهنگی هم هست و یک نوع بازگشت ملت ایران هستش به 1400 سال پیش و بعدم از دست دادن بسیاری از ارزش‌هایی که در انقلاب مشروطیت ملت ایران به دست آورد. و این یکی از نکات مهم بود که نادرپور همیشه بهش اشاره میکرد. ایشون خیلی تحت تأثیر سیستم آموزش پرورشی فرانسه بودن و گویا فرانسه رو به سلیسی صحبت میکنن و حتی پدر مادر ایشون اگر حساب بکنیم که نادرپور امروز اگر در قید حیات 83 سال داره، پدر مادر ایشون هم بسیار فهمیده و آگاه بودن و چنین فرزندی در چنین در حقیقت بستری تونست رشد بکنه. ایشون من تا اونجایی که دیدم روی یوتیوب و غیره در اون سالهایی که خیلی ها امروز خب میگم تبدیل به یک قارچباران سیاست و سیاست مداری شده که بسیار خوبه البته، اما در اون سالها که کمتر کسانی واقعا علنن و اینگونه شفاف صحبت میکردن، مشکل رو یک مشکل ریشه فرهنگی برای ما ملت میدونستن. درست میگم آقای؟ بله کاملا فرمایشون صحیح است، درسته. و این نکته هم که شما در لابلای صحبتتون به اشاره فرمودید همین مسئله صراحت نادرپور بود. یعنی واقعا نادرپور اصولا جز اندک کسانی است که واقعا ما میشناسیم که عادت داشت با صراحت صحبت بکنه و حرفش رو بدون هیچ گونه تعارفی در میون میذاشت و براش مهم نبود که داره با چه شخصی و چه مقامی صحبت میکنه. و این یکی از فکر میکنم خصوصیت های برجسته نادرپور بود. اگه شما نگاه بکنید، برای مثال دارم میگم، افراد مختلفی که کلاس های مختلف میذارن در تحت عناوین متفاوت در خارج از کشور و اینها بیشتر دنبال یک نوع مرید جمع کردن هستند، در حالی که نادرپور آنچنان با صراحت با افرادی که تو کلاس ها شرکت میکردن برخورد میکرد که واقعا مرید پرور نبود، هرچند که واقعا مریدهای واقعی آفرید. یعنی واقعا این یکی از خصوصیت های برجسته نادرپور بود که فرمودید. و اینکه بله، نادرپور در یک خانواده بسیار فرهنگی به دنیا آمد. مادر نادرپور تار میزد و پدر نادرپور هم از سنه بسیار کم نادرپور رو با شعر و فرهنگ ایران آشنا میکنه. و نادرپور فکر میکنه اگر اشتباه نکرده باشم اولین شعر خودش رو در 14 سالگی در روزنامه چاپ میکنه و با بسیاری از کتب فارسی در سنین بسیار کم آشنا میشه. و بعد هم وقتی که دبیرستان رو تموم میکنه یه مدت کمی نادرپور به سازمان جوانان حزب توده میپیونده، ولی وقتی که جریان آذربایجان اتفاق میفته فوری از حزب توده، از اهداف حزب توده آشنا میشه، وقتی با اونها آشنا میشه از حزب توده جدا میشه و بعد مسیر دیگه رو با اینکه جناب مافی، با اینکه نادرپور خودش از نوادگان نادرشاه افشار و خودش از فرزندان ریشه‌ای خطه آذرآبادگان بود، درست میگن؟ بله. ولی خب حقیقت جریان های پانترکیست و پروسوویتیک و شوروی و اینها رو به خوبی عمق عقب ماندگی و فاجعه تفکری اینها رو درک کرد و شاید خیلی زود و خیلی زود خودش رو کنار کشید و خیلی زود با جریان هایی که واقعا ناسیونالیستی هستش دنبال اون جریان ها رفت. و وقتی هم که به پاریس رفت در دانشگاه سوربن در رشته ادبیات فرانسه مطالعه کرد، چند سال در پاریس بود و به عنوان یک نویسنده موقت برای جای مختلف کار میکرد و بعد وقتی که به ایران برگشت در چند شرکت خصوصی کار میکرد و دوباره به روم و برگشت و روی زبان ایتالیایی کار میکرد. و وقتی که به ایران برگشت گروه ادب امروز رو در رادیو تلویزیون ملی ایران حدود تقریبا 6 سال میگردوند و کارهای بسیار واقعا با ارزشی به وجود آورد که فکر میکنم یک گنجینه بسیار با ارزشی هستش برای کسانی که به واقعا ادب معاصر علاقه دارن. بعد وقتی هم که در ایران انقلاب شد، نادرپور حدود فکر میکنم کمتر از یک سال در ایران موند و بعد به
پاریس اومد. وقتی هم که به پاریس اومد همراهی میکرد با دکتر شاپور بختیار و کتاب صبح دروغینش هم نهضت موقت ملی در اون زمان چاپ کرد و بعد از مدتی که در پاریس زندگی کرد با همسرش یعنی با خانم جاله بسیدی آشنا شد، یعنی از قبل ایشون رو میشناخت، دوباره ایشون رو دید اونجا ازدواج کرد. من واقعا درودی خدمت این بانوی گرانقدر دارم اینجا. بله بله و واقعا میتونم میشه گفت که واقعا جاله تاثیر بسیار بسیار مثبت و خوبی در زندگی نادرپور داشت و زندگی نادرپور رو واقعا یک امید دوباره به زندگی بهش داد، چون واقعا نادرپور از این انقلاب و اون چیزی که به سر ایران میامد بسیار بسیار ناراحت بود. و بعد نادرپور مهاجرت کرد به آمریکا. وقتی هم که مهاجرت کرد به آمریکا شروع کرد در دانشگاه‌های مختلف تدریس زبان و فرهنگ ایران. جناب مافی اگر اجازه بفرمایید که برگردیم به این تیکه امریکای ایشون که بعد از جریانات نهضت مقاومت ملی در پاریس با زنیاد شاپور دکتر شاپور بختیار یک فاز مهم عمل کردیش رو ایشون انجام داد به عنوان یک مبارز برویم. یک چکامه ای هست که دکلمه بانوی گرانقدر فرزانه دری هست که شعر نادرپور رو به نام شاه مات ایشون دکلمه کردن. من واقعا دعوت میکنم از هممیهنان برای این که عمق عشق نادرپور به ایران و تفکر نوزایی ایرانی رو دوستان درک کنن. این رو خوب گوش کنیم، برمیگردیم در خدمت جناب آقای مافی و به سالهای تلاش نادرپور در ایالات متحده امریکا میپردازیم. جناب آقای عماد اگر امکان داره ویدیوی یوتیوب 5 رو لطفاً سپاسگزار میشم ازت. راستی آیا کدام این دست با این نطع بد فرجام بازی کرد؟ بنگرین بیغوله را از دور، تاقهایش ریخته، دروازهایش رو به ویرانی، پایهایش آیههایی از پریشانی. وصف آبادانیش در داستانهای کهن مستور، قصه ویرانیش مشهور. مار در او هست اما گنج، خانه های روشن و تاریک او چون عرصه شطرنج. سرستون های نگون بر خاک او چون مهره های کهنه این بازی شیرین، اسب و فیل و بیدق و فرزین، هر یکی در خانه محصور. راستی آیا کدام این دست با این نطع بد فرجام بازی کرد؟ یا کدام این فاتح اینجا ترک تازی کرد؟ از تو می پرسم الا ای باد غمگین بیابانی، ای که آوای عزایت را در این ویرانه می خوانی. آتشی ناچیز بود آیا که با او دشمنی ورزید؟ یا زمین در زیر پای شوکت و آبادیش لرزید؟ بنگرین بیغول را از دور، هر چه می‌بینی در او مرگ است و ویرانی، عرصه جاوید آشوب و پریشانی. مهره شاهش از این لشکرکشی ها مات، با چنین شطرنج نفرین کرده تاریخ هیچ دستی نیست تا بازی کند هیهات. راستی آیا کدام این دست با این نطع بد فرجام بازی کرد؟
جناب آقای مافی، میخواستم این سوال رو بکنم. 15 سال شما شاگرد نادرپور بودید. در 15 سالی که شاید یکی از پرتلاطم‌ترین زمانهای اون چیزی بود که به اسم اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور بود، نادرپور چگون چقدر غصه خورد واقعا؟ چون سرانجام سکته قلبی در گذشت و من گمان کنم اون چیزهایی که دیدم و میدونم از اون مصاحبه که بلند شد در یک مصاحبه که آقای حسین موبی از رادیو صدای ایران میز گرد با آقای کاظم علمداری درست کرده بودن و ایشون اون موقع خیلی جریان اصلاح طلبی و خاتمی و غیره چیز میکردن، حتی نادرپور بلند شد سرانجام از اون مصاحبه. چقدر نادرپور به عنوان یک ایرانی بسیار حساس، یک ایرانی بسیار دانا، چقدر واقعا کلمش این زجر میکشید در میان این جامعه؟ نکته بسیار مهمی رو شما فرمودین جناب پیروزنیا. من فقط در پرانتز خیلی سریع بگم، همونطور که میدونید در سال 92 در رستورانی به نام میکونوس در آلمان وقتی که یه سری از سران کرد به دست تروریست‌های جمهوری اسلامی کشته شدن و بعد در سال 97 یک دادگاه آلمانی اومد علی خامنه‌ای، رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان رو به عنوان عاملین قتل معرفی کرد. میکونوس. بله. در اون دادگاه به نام دادگاه میکونوس مشهور بود. در اپریل 1970 در همون زمان 15 کشور اروپایی و بعد ژاپن رابطه سیاسی خودشون با ایران قطع کردن و ایران در انزوای کامل سیاسی قرار گرفت. بله. و بعد دیدیم که جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه روحیه جدید از خودش معرفی بکنه، رفت جریان رفرمیستی و جریان اصلاح طلبی رو راه انداخت و آقای خاتمی رو آورده و بعد هم دیدیم که اومدن سن رأی‌گیری رو رأی‌دادن تغییر دادن که بتونن بچهای دبیرستانی رو بریزن تو خیابونا و خلاصه ویدیوهای تبلیغاتی تهیه بکنن برای اروپا که بگن بله رابطه درست بتونیم بکنیم، چون در ما یک حکومت جدید و رفتار جدید و روحیه جدید رو ارائه دادیم. نکته‌ای که واقعا باعث تأسف بود، افرادی که شما نام بردید، این آدم‌ها واقعا در لس آنجلس شروع کردن واقعا در کمپین انتخاباتی آقای خاتمی رو می‌گردوندن و برای آقای خاتمی اینجا تلاش می‌کردن که رأی جمع بکنن. و نکته‌ای که چیزی که نادرپور رو واقعا عذاب می‌داد که واقعا ما در کنارش بودیم، می‌دونیم که ما 100% باش موافق بودیم، این بود که می‌گفت واقعا ملتی که به خاطر این انقلاب و به خاطر این اکسلی ملا مملکت خودشو رها کرده، اومده در لس آنجلس زندگی میکنه، در لس آنجلس بلند میشه میره به یه ملای دیگه رأی میده و این رو اصلا نمیتونست واقعا متوجه، واقعا عذابش میداد. یعنی اگر من میگفت اگر یک سری بچه دبیرستانی رو حالا به خاطر اینکه میخوان یک سری آزادی های شاید یک بهتری کمتری رو مثلا به جای اینکه با کفش محکم تو سرشون بزنن با نعلی اینا رو میخوان تو سرشون بزنن، اون رو میفهمید که حالا این بچه چرا میره مثلا از آقای خاتمی طرفداری میکنه. ولی اینکه مثلا یک استاد دانشگاه لس آنجلس، پزشک ایرانی لس آنجلس، مهندس، آرشیتکت لس آنجلس، افرادی که خودشون به خاطر این حکومت و به خاطر این ملاها این مملکت رو رها کرد، ایران رو رها کردن، اومدن اینجا صف میبندن و میرن برای آقای خاتمی رأی میدن و به یک ملای دیگه رأی میدن. و همونطور که دیدی در دوران آقای خاتمی قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد و چقدر به فروهر و خانومش کشته شد. خارج از اون آقای مافی، محمد خاتمی وزیر ارشاد حکومت توی شورای انقلاب اون و وزیر ارشاد حکومت درست در زمانی که بچه‌ها رو یک دونه تیل پلاستیکی به گردنشون مینداختن و با اون خوزعبلات به دنبال یک دونه هنرپیشه درجه 4 با اسب سفید بر روی مینهای عراقی به عنوان مهدی شیعیان میدوندنشون. اینها یک مقداری من گمان کنم یه مقداری در زندگی کاشکی انسانها نادرپور باشن واقعا. و منم کار طبق معمول نادرپور از ذوق شاعرانه و واقعا من میتونم بگم یک آدمی بودش که از این نظر بی نظیر بود. مقاله‌ای نوشت در کیهان لندن و اسم مقالهش هم گذاشت
خمینی در ماه و خاتمی در ماهواره و به این نسبت اعتراض کرد و اون مقاله ای که از فکر میکنم محبوب ترین و مشهور ترین مقالات نادرپور شد و واقعا کسانی که در اون زمان و البته هنوز این موج طرفداران اصلاح طلبی هنوز ادامه داره و این افراد این جریان رو ول نکردن، هنوز امید دارن که شاید از این حکومت یک چی میگن برکتی بیاد بیرون و این جوابی بود واقعا برای تمام این افراد و کاری که نادرپور انجام داد واقعا بسیار بسیار با ارزش بود، یعنی بر جلوی تمام موجی که در لس آنجلس و در حال جریان بود ایستاد و به تنهایی و بعدم خب تمام واقعا به تنهایی واقعا حمله ها بهش شد و فکر میکنم و بسیار هم واقعا بر این عقیده دارن که واقعا فوت نادرپور به خاطر فشارهای زیادی بود که تحمل کرد و از کسانی که اصلا باورش نمیشد که این کار دوباره رفتن بسیار میگم ابدا به خدای نکنه جسارت این نیست که کسی بخواد خودشو در کفش نادرپور در حد نادرپور بمونه، ولی امثالی مثل خود من واقعا مریض شد به چیزهایی دیدیم که اصلا باورمون واقعا دوستانی بس. که با هم نون و نمک میخوردیم باورمون ایران و روشنگرایی بود، من گمان دیدیم اصلا بازی شد، انگار کم مونده همه عبا و عمامه و ریش و پشم به قول معروف بشه دوستان تصویر به دست بگرد. در صد جناب آقای مافی من از شما واقعا سپاسگزار هستم. اگر امکان داره جناب ما یک بار دیگر کاور این کتاب رو دوستان چگونه میتونن تهیه کنن؟ دوستان که مایل هستن جناب مافی، کسانی که علاقه دارن همه میتونن به amazon.com رجوع بکنن و این کتاب در اونجا در اختیار همه هستش و هر کسی که علاقه داره میتونه این کتاب رو تهیه کنه. یک بار دیگر نام انگلیسی این کتاب رو برای دوستان بگید، در آمازون هم موجود هست. بله، اسم کتاب هست نادر نادرپور ایرانیان پویت ثینکر اند پیتریوت، یعنی هر کسی در amazon.com بره و اسم نادر نادرپور رو تایپ بکنه این کتاب بیرون میاد. این کتاب در وبسایت شو نادرپور و nadarpur.com هست، درسته؟ بله، در اونجا nadarpur.com با OU می نویسید اوشو، درسته؟ فرانسوی انگلیسی هم بسیار. فردا ایشون در وستوود به خاک سپرده شدن، درسته؟ در قبرستان وستوود. بله. اگر دوستان واقعا میتونید، فکر کنم من موضوعم امامزاده غیره بیر، ولی یکی بزرگترین و باخردترین ادیبان شما در وستوود به خواب رفته، کسی که بار مهنت همه ما رو کشید، اگر بشه واقعا به جا بیارید یادش رو. من از شما من سپاسگزارم. اتفاقا به من میگن وقت تموم شده برای پایان. بسیاری این شعر نادرپور رو دوستان شنیده اید با کلام بسیار و اجرای زیبای خواننده بسیار ملی ما داریوش به نام کهندیارا. این شعر، این چکامه مال نادر نادرپوره، درست میگم جناب ما؟ بله. من از شما سپاسگزار هستم، از آقای عماد سپاسگزار هستم. درودی میفرستم به خاندان نادرپور. نادرپور زنده است، نادرپور در تک تک این بچه هایی است که امروز به درستی از هر عوام فریبی رد شدن، دهانشون بوی ایران و عصر نوزایی و روشنرایی رو میده، نه محمد مرید من به شو غیر غیر. اینها باز همون تفکرات عقب مونده هستش. من از شما سپاس میکنم. با سپاس به نام ایران، زادگاه زیباترین اندیشات. یار یارا دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم. کهن دیارا دل از تو کندم ولی ندانم که گر
گریزم کجا گریزم، وگر بمانم کجا بمانم. رفتن نتاب ماندن، چگونه گویم درخت خشکم. عجب نباشد اگر تبرزن، طمع ببندد در استخوانم. در این جهنم گل بهشتی، چگونه رویم چگونه بویم. من ای بهاران ز ابر نیسان، چه بهره گیرم که خود خزانم. کهن دیارا دیار یارا، ندانم چه گر گریزم کجا گریزم، وگر بمانم کجا بمانم. صدای حق را سکوت باطل بر آن دل شب چنان فرو کشت، که تا قیامت در این مصیبت گلو فشارد غم نهانم. کبوتران را به گاه رفتن، سر نشستن به بام من نیست، که تا پیامی به خط جانان ز پای آنان فروستانم. ز پای آنان فروستانم. آهندیارا دیار یارا، دل از تو کندم ولی ندانم، که گر گریزم کجا گریزم، وگر بمانم کجا بمانم. آه ای دیار دور، ای سرزمین کودکی من، خورشید سرد مغرب بر من حرام باد، تا آفتاب توست در آفاق باورم. من نقش خیش را همه جا در تو دیدم، تا چشم بر تو دارم در خیش ننگرم. ای ملک بی قرون، ای مرز و بوم پیر جوان بختی، ای آشیان کهنه سیمرغ، یک روز ناگهان چون چشم من ز پنجره افتد بر آسمان، میبینم آفتاب تو را در برابرم. سفینه ی دل نشسته در گل، چراغ ساحل نمی درخشد، در این سیاهی سپیده ای کو، که چشم حسرت در او نشان. علا خدایا
گره گشایا به چار جویی مرا مدد کن خدایا حلا خدایا با وعده که بر خود دری گشایم غم درون را برون کشانم کبوتران را به گاه رفتن سر نشستن به بام من نیست که تا پیامی به خط جانان ز پای آنان فروستانم ز پای آنان فروستانم کهن دیارا دیار یارا دستو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم وگر ببالم کجا بمانم کهن دیارا به عزم رفتن دل از تو کندم ولی جز اینجا وطن گزیدن نمی توانم
درست چه امام کرد. امام زنده است. تا اونم باید اعدامش کرد. دفتر این حرف سختیده های بگید سرداشه امام که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام تجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم.